احمد کسروی کسیه که با افکار و آثارش و حرفاش دشمنای زیادی رو برای خودش و اطرافیانش درست کرد. سرسخت‌ترین دشمنانش روحانیون و آخوندا و افراد مذهبی بودن که در نهایت به تحریک همین افراد جلوی چشم بازپرس در دادگستری تهران ترور میشه و در 20 اسفند 1324 یعنی تقریباً 80 سال پیش کشته میشه. بین این همه زندگی نامه که تا امروز کار کردیم این قسمت واسمون سخت‌ترین و یه جورایی پیچیده‌ترین بود. چون باید اول احمد کسروی و افکارش رو درست میشناختیم، بعد شرایط جامعه رو میتونستیم تحلیل کنیم و در قدم بعدی دشمنان و مخالفانش رو باید میشناختیم و در نهایت هم میتونستیم بفهمیم که چرا کسروی کشته شد. مگه چی گفته بود که حقش این بود که کشته بشه؟ کسی که بیشتر اونو به عنوان تاریخ نگار و زبانشناس و در کل یک محقق میشناسن و آثار ارزنده‌ای در این زمینه ها داره، چرا باید کشته میشد؟ در واقع همه این مطالب درسته، یعنی هم مورخ بود، هم پژوهشگر بود و هم وکیل و قاضی بود، اما یک مسئله داشت. احمد کسروی برای مذهبیون و افکارشون شمشیر رو از رو بسته بود و به طور آشکارا از عقاید و خرافاتی که قبول داشتن انتقاد میکرد. با اینکه خودش روحانی بود ولی به طور علنی علیه روحانیون و خرافات وارد شده به دین اعتراض میکرد. جلسه میذاشت، مقاله مینوشت، روزنامه چاپ میکرد و کتاب مینوشت تا دیگران رو هم با عقاید خودش آشنا کنه. کسی بود که در حوزه‌های مختلفی مثل تاریخ، زبانشناسی، حقوق، علوم دینی، ادبیات، روزنامه‌نگاری و سیاست فعالیت داشت و در 55 سال عمر خودش بیش از 70 جلد کتاب نوشته و چند صد شماره روزنامه و هفته‌نامه و ماهنامه منتشر کرده و همیشه هم توی نوشته‌های خودش تلاش می‌کرد تا افکارش رو رواج بده. افکاری که هدفش روشنگری در تمام وجوه زندگی مردم ایران بود. اون از اوضاع زندگی، خرافه‌گرایی و آداب اجتماعی مردم ایران انتقاد داشت و در مقابل دین‌های رایج و نهادهای مذهبی و ارزش‌های سنتی و فرهنگی موضع‌گیری‌های سختی رو داشت. به باورهای شیعه و بهائیت و صوفیگری انتقاد داشت و به خیام و حافظ و سعدی خورده میگرفت که چرا اشعاری سرودن که بدآموزی داره. اون معتقد بود در زمانهایی که مردم ایران نیازمند روحیه سلحشوری و جنگاوری و سلاح گرفتن برای دفاع از سرزمینشون در برابر حمله بیگانه ها بودن، این شعرا دائما درباره موضوعاتی همچون خزیدن در کنج خرابات ها و میگساری و این چیزا صحبت کردن و شعر سرودن. خودش استاد زبان ادبیات بود و چندین زبان میدونست. پژوهشگر بود و بعد از کلی مطالعه و تحقیق حرفاش رو به صورت کتاب و مقاله چاپ میکرد و خلاصه این که خیلی اهل مطالعه بود و میخواست نتیجه مطالعاتش رو به دیگران هم منتقل کنه. حالا یه عده میگن با حرفاش دیگران رو گمراه میکرد و یه عده هم عقیده دارن که برای روشنگری مردم داشته تلاش میکرده. اواخر عمر وقتی همه جا دربارش صحبت میشد و دوست و دشمن زیادی پیدا کرده بود، زندگی نامه خودش رو مینویسه و در صفحه اول کتابش هم میگه که بهتر زندگی منو از زبون خودم بشنوید، نه دوست و دشمن. پس ما هم مستقیم میریم سر وقت زندگی ایشون از کتاب زندگانی من. اما اینو بدونید بعد از پایان زندگی نامه در انتهای ویدئو یک فایل صوتی از لحظه ترور احمد کسروی پخش میکنیم که به نظرم خیلی جالبه. پس پیشنهاد میکنم حتما تا انتها با ما همراه باشید و اگه به محتوای تاریخی علاقه دارید فراموش نکنید که کانال دروازه تاریخ رو دنبال کنید. کسروی میگه که 8 مهر ماه 1269 خورشیدی به دنیا آمده. پدر بزرگ و پدر پدر بزرگش و پدر بزرگ پدر بزرگش همگی از ملاها و پیشوایان دینی بودن و پدر بزرگش به اسم میر احمد یه مسجد در روستای حکماور یا حکم‌آباد ساخت که تا زمان نوشتن زندگی نامه خودش، یعنی تا زمانی که کسروی تو سال 1323 این زندگی نامه رو داشته مینوشته، همچنان این مسجد پابرجا بوده. پس اجداد احمد کسروی همه نسلن در نسل ملا و روحانی بودن. پدرش حاجی میرقاسم کمی درس خونده و بعد هم رفته در تبریز بازرگان بشه و از ملایی دور میمونه. اما همیشه آرزو داشت پسری داشته باشه که شغل اجدادشون رو ادامه بده. پس هر پسری به دنیا میاره به اسم پدر بزرگش اونو میر احمد میذاره که این پسرها یکی بعد از دیگری از دنیا میرن تا
اینکه احمد داستان ما به دنیا میاد. در واقع احمد کسروی میگه که من چهارمین میر احمد خانواده بودم و چون قبل از من سه پسر دیگه از دنیا رفته بودن، خانواده خیلی مراقب من بودن و یه جورایی هوامو داشتن. حتی اجازه نمیدادن که توی کوچه با بقیه بچه‌ها بازی کنه. از بچگی تا 6 سالگی به جز اینکه همش کلهشو کچل می‌کردن و سرش رو می‌تراشیدن، چیز دیگه یادش نمونده. اما درباره همین تراشیدن موی سر که به گفته خودش رنج زیادی رو هم واسش داشته، یک تاریخچه و یک دلیل میاره که به نظرم جالبه و میتونیم اینجا بهش اشاره کنیم. اون میگه پارسایان و صوفیان واسه اینکه از جهان و خوشی‌ها و آرایش‌های اون دوری کنن، اول سر خودشونو میتراشیدن تا بدنما بشن. ولی این مسئله کم کم نشانه پارسایی شد و برای مردم خوشنما شد و مردم از این کار خوششون اومد. پس هر کسی که میخواست توبه کنه و سمت پارسایی بره، اول موی سر خودش رو میتراشید. بعد این سرتراشی رواج پیدا کرد و همه کسانی که دینداری و نیکوکاری میکردن سر تراشیدن. اما جالب اینجاست که وقتی سرتراشیدن بین مردم رواج پیدا کرد، صوفیان دیگه سر نتراشیدن و موهاشون رو بلند کردن. در اون زمان در آذربایجان ملایان و سیدان و بازرگانان و بیشتر بازاریان و کشاورزان سر خودشون رو میتراشیدن و از اونجا که احمد از یه خاندان روحانی و سید بود، از 5-6 سالگی سرش رو میتراشیدن که این مسئله خوب تو ذهنش مونده بود. خلاصه از 6 سالگی به مکتبی که در روستا بوده میره و پیش آخوندی که فقط قرآن خوندن بلد بوده و از زبان فارسی چیزی نمیدونست، قرآن و سواد رو یاد میگیره. همزمان در خونه هم بهش خوندن و نوشتن رو یاد میدن و در مدت کوتاهی با پشتکار و تلاشی که در یادگیری از خودش نشون میده، سریع رشد میکنه. الفبا رو در یک هفته یاد میگیره و در مدت 4 سالی که در اون مکتب بود، بعد از قرآن با کمک خیشاوندان توی خونه کتاب‌های گلستان، جامعه عباسی، تاریخ نادر و تاریخ معجم و چندین کتاب دیگر رو میخونه که کتاب‌هایی بودن که اصلا مناسب بچه‌ها نبودن و پر از اصطلاحات و کلمات سخت فارسی و عربی بودن. به هر حال با تلاش و کمک خانواده این کتاب‌ها رو هم میخونه و دیگه عملاً باسواد میشه. در این چند سال، یعنی تا 12 سالگی که پدرش از دنیا میره، چیزای زیادی از پدر یاد میگیره. پدر درس خونده بود ولی به دنبال ملایی نرفته بود، اما شبها به نماز بلند میشد و تا طلوع آفتاب دعا و قرآن میخوند. با اینکه شیعه بود ولی از خیلی از رفتارهای مردم مثل لعنتچیان که توی خیابونها و کوچه و بازار راه میرفتن و به علمای سنی نفرین میفرستادن بیزار بود. مخالف زیارت رفتن به مشهد و کربلا بود و میگفت تا وقتی در بین خیشاوندان و همسایگان افراد نیازمندی هستن، نباید به زیارت رفت. بعد از مرگ پدر 3 سال و نیم از درس دور میمونه و به کارخونه قالیبافی پدر میره تا کارهای عقب مونده رو تموم کنه و بتونه خرج خونه رو تامین کنه. بعد دوباره به اصرار حاجی میر محسن آقا از دوستان و قیم خانواده بعد از مرگ پدر، در مدرسه طالبیه تبریز مشغول به تحصیل میشه. 4 سال در این مدرسه درس میخونه و در نهایت در سال 1289 به مقام روحانیت، یا به قول خود احمد کسروی، به پایگاه ملایی میرسه. اما این 4 سال نه تنها برای کسروی پر از حادثه بود، برای ایران هم همزمان بود با داستان انقلاب مشروطه و جنگ‌ها و درگیری‌های داخلی. در سال 1285 که جنبش مشروطه در ایران شروع میشه، کسروی هم برای اولین بار در تبریز با مشروطه آشنا میشه. وقتی مردم تبریز بازارها رو بسته و به کنسولگری انگلیس و مسجد سمسام خان حرکت میکنن، کسروی 15-16 ساله هم باهاشون میره و برای اولین بار تعریف مشروطه رو میشنوه. باید قانونی باشد که مردم از روی آن زندگی کنند. پادشاه به سر خود نباشد. مجلسی برپا گردد که کارها را با سکالش به انجام رسانند. سکالش هم بر وزن گشایش به معنی مشورته. این صحبت‌ها و تعاریف احمد کسروی رو دلبسته مشروطه می‌کنه و کسروی میشه یکی از هواداران مشروطه. اما بعد از چند ماه روحانیون با مشروطه مخالفت می‌کنن و بین مردم هم دو دستگی به وجود میاد. یه عده طرفدار مشروطه میشن و یه عده هم مخالف مشروطه. در خانواده کسروی هم همه مردم به جز احمد مخالف مشروطه بودن. در سال 1287 وقتی محمد علی شاه قاجار مجلس رو به توپ میبنده، درگیری ها بین مشروطه خواهان و مخالفان بیشتر میشه.
توی تبریزم حاج میرزا حسن مجتهد از روحانیون پرنفوذ به همراهی گروهی از همفکرانش انجمن اسلامی رو راه انداخت و از این طریق دست به مبارزه مسلحانه با مجاهدین مشروطه خواه میزنه. کسروی در این سال یک طلبه 17 ساله بود که حتی به این انجمن اسلامی هم رفته و افکار اونا رو در کتاب تاریخ مشروطه ایران نوشته. خلاصه 4 ماه جنگ و خونریزی توی تبریز رخ میده که در نهایت مجاهدان مشروطه خواه و ستارخان بر انجمن اسلامی پیروز میشن و بعد از 4 ماه بازارها و مدارس دوباره باز میشن و کسروی هم توی این مدت که خونه نشین شده بود دوباره به مدرسه برمیگرده. بعد از 2 سال درس خوندن بالاخره درسش تموم میشه و علارغم میل باطنیش میشه روحانی محل. روحانی که شبیه بقیه روحانی ها هم نبود. هم از لحاظ ظاهر و هم از لحاظ رفتار. میگه همیشه منو نصیحت میکردن که مثل بقیه ملاها عمامه رو بزرگتر کنم و ریش بذارم و شلوار سفید بپوشم و کفشای زرد یا سبز بپا کنم و آهسته راه برم. اما کسروی کفشای پاشنه‌دار و جوراب‌های بافت ماشین رو بپا می‌کرد و ریش نمی‌ذاشت و شلوار سفید نمی‌پوشید و از همه اینها متفاوت‌تر این بود که عینک می‌زد. و این عینک زدن هم دلیل دیگه‌ای بر فرنگی مآب بودن اون می‌شد. چند وقت قبل از اینکه روحانی محل بشه به بیماری تیفوس سختی مبتلا میشه و این بیماری اثرات زیادی از جمله ضعیفی چشم‌ها روی بدن اون می‌ذاره که تا آخر عمر هم باهاش می‌مونه. خلاصه کسروی 1.5 سال همین شغل رو داشت، اما مثل بقیه روحانی ها هیچ وقت بالای منبر روزه نخوند و حتی گاهی به دروغ‌های بقیه روزه خون ها هم ایراد می گرفت و از اونها انتقادات شدیدی می کرد. در این 1.5 سال از لحاظ مالی هم دچار تنگ دستی شد. در واقع خودش رو زندونی و خونه نشین می دونست. در این مدت همزمان قرآن رو حفظ کرد و برای اینکه بتونه راحت تر این کار رو انجام بده به معنی آیات دقت بیشتری میکنه تا بتونه ارتباط آیات رو در ذهنش داشته باشه. و گفته خودش این توجه به معنی قرآن اولین تکونی بود که در اندیشه ها و باورهای اون به وجود آورد. بعد از این کم کم به دانش‌های نوین علاقمند میشه و از اونجا که به عربی مسلط بود از طریق مقالات و مجلات مصری با علوم جدید آشنا میشه. در سال 1290 خورشیدی، یعنی همون سالی که محمد علی شاه دوباره به ایران برمیگرده و جنگ‌های مشروطه‌خواهان و سلطنت طلبان توی ایران شدت میگیره، یک ماهنامه مصری به دستش میرسه که درباره ستاره دنباله‌دار حالی نوشته. ستاره‌ای که تقریبا هر 75 سال دیده میشه و آخرین بار در سال 1835 مشاهده شده بود و حالا در سال 1911 که میشه 1290 خورشیدی، احمد کسروی این ستاره دنباله‌دار رو از روی پشت بوم خونش تماشا میکرد. اون از طریق این ماهنامه اطلاعات خوبی هم از دانش‌های جدید کسب میکرد. پس از اون موقع به بعد دنبال دانش‌هایی مثل فیزیک و شیمی میره. اما از طرف دیگه بقیه روحانیون با کسروی و رفتاراش مشکل داشتن و بر منبرهاشون علیه اون حرف می‌زدن. همزمان در آذر 1290 نیروهای روس هم با مجاهدان تبریز درگیر میشن و کسروی روی منبر مردم رو علیه روس‌ها و مخالفان مشروطیت میشورونه، ولی در نهایت مجاهدان شکست میخورن و روس‌ها بر شهر مسلط میشن. حالا اینکه چرا روس‌ها تبریز رو تصرف میکنن و چرا اصلا به تبریز حمله میکنن نمیخوایم راجع بهش کامل صحبت کنیم، اما همینقدر بهتره بدونیم که بعد از دوره استبداد صغیر و فتح تهران به دست مشروطه خواهان، دولت مورگان شوستر آمریکایی رو به عنوان مستشار توی وزارت مالیه ایران به خدمت میگیره. اما کارهایی که شوستر انجام میده برخلاف منافع روس‌ها و بریتانیاست. پس روس‌ها مورگان شوستر رو بهونه میکنن و به ایران التیماتوم میدن که باید مورگان شوستر و 4 مستشار دیگه آمریکایی رو از ایران اخراج کنن. مجلس با این التیماتوم مخالفت میکنه، اما دولت از ترس حمله نظامی مجلس رو منحل و شوستر رو از ایران اخراج میکنه. اما با این وجود باز هم روس‌ها پیشروی میکنن و تبریز و زنجان و رشت رو اشغال میکنن. در این سالها کسروی یک روحانی 20-21 ساله بود که گفتیم با مشروطه خواهان بوده. بعد از اینکه روس‌ها بعد از 4 روز جنگ تبریز رو اشغال میکنن، خیلی از آزادی خواهان رو دستگیر و اعدام میکنن و بعد هم صمد خان یا صمد شجاع‌الدوله که از مخالفان سرسخت مشروطه خواهان بود رو حاکم تبریز میکنن. دیگه حالا که مشروطه خواهان شکست خورده بودن، حاکمان جدید شهر به دنبال انتقام از مبارزان میفتن و کسروی هم که چند روز گذشته روی منبرهای خودش از مبارزان حمایت کرده بود مورد غضب روحانیون مخالف مشروطه قرار میگیره.
بقیه روحانیون تکفیرش کردن و مردم از اون روی گردوندن و اینجوری شد که از روحانیت کنار گرفت و وارد مرحله جدیدی از زندگی شد. از اینجا به بعد زندگی کسروی پر از چالش‌های مختلفی میشه. کسی که تا پیش از این روحانی محل بوده، حالا به چشم یک مشروطه خواه بهش نگاه میشه و از چپ و راست بقیه روحانی ها بهش گیر میدن و تکفیرش میکنن. چون کسروی از اون دست افرادی بوده که وقتی چیزی رو میدونست، نمیتونه ساکت بمونه و آروم بگیره. پس تو هر مجلس روزخونی، وقتی یک روحانی یا یک روزخون حرفی غیر واقعی میزد، عکس‌العمل نشون میداد و میگفت این حرف دروغه یا خلاف واقعیت یا به هر طریقی اعتراضش رو نشون میداد. مثلا یک بار در یک مراسم 40 یکی از آشنایان کسروی روزخونی اومد و یک روزه با این مضمون میخونه که وقتی پیامبر فوت میکنه امت بیوفا در سقیفه جمع میشن تا ابوبکر رو خلیفه و حق علی رو پایمال کنن. جنازه 3 شب و 3 روز روی زمین موند و فاطمه زهرا به جنازه نگاه میکنه و گریه میکنه و به سر و روی خودش میزنه و الی آخر. وقتی روزه تموم میشه، یکی از حاضرین که میدونست کسروی به روزخونها گیر میده، تو جمع خودشون ازش میپرسه که آیا این حرفایی که روزخون میزد درستن یا نه؟ کسروی هم در پاسخ میگه سر تا پا دروغ بوده و بعد میاد تک تک جملات رو بررسی میکنه. میگه روزخون داره میگه امت بیوفا در سقیفه گرد آمدن. خب پس علی و عباس و خیلی از بنی هاشم که نرفته بودن کجا بودن؟ تازه مگه سقیفه 3 روز طول کشید؟ بعد میگه اگه راسته که فاطمه زهرا به جنازه نگاه میکرد و مینگریست، خب نباید این کارو میکرد و باید به جای گریه بلند میشد و جنازه پدرش رو میشست و دفن میکرد، چون این کار بر اون واجب بوده. بعد هم در پایان اصل داستان رو میگه و میگه که وقتی پیامبر فوت میکنه، همون روز علی و عباس و بقیه کارهای شستشو و آماده کردن پیکر پیامبر رو انجام میدن که این کار تا شب طول میکشه و یاران پیامبر هم بیرون خونه منتظر بودن تا بر پیکر پیامبر نماز بخونن. ولی چون خونه کوچیک بوده، قرار میشه 10 نفر 10 نفر بیان و نماز بخونن و بعد هم برن بیرون. پیامبر دوشنبه فوت میکنه و شب 3 شنبه و روز 3 شنبه و کمی از شب 4 شنبه این نماز خوندن ادامه داشت. و وقتی هم تموم میشه، شب 4 شنبه با همراهی همه مسلمان ها پیامبر رو به خاک سپردن. خلاصه این روایت دوم رو کسروی تعریف میکنه و میگه اون روزخون داره دروغ میگه و اصل داستان این بوده که من گفتم. این صحبت رو به گوش همون روحانی میرسه و چند شب بعد تو یک مراسم عقدکنان دوباره این دو نفر همدیگر رو میبینن. روحانی یا به قول احمد کسروی ملا بهش میگه که شما به دستگاه امام حسین بر نخورید، جوان مرگ میشوی، امام حسین میگیردت. کسروی هم در پاسخ میگه من با امام حسین کاری ندارم، ولی نمیتونم دروغهایی رو بشنوم و ساکت باشم. در پاسخ اون روحانی میگه اینهایی که در مورد جنازه پیامبر و 3 شب و 3 روز موندنش گفتم همه راستن و توی کتاب ها اومدن. کسروی هم گیر میده که توی کدوم کتاب اومده؟ روحانی میگه الان اونچه که به یاد دارم در کتاب مهر قلقلوب اومده. بعد صاحب مجلس میره کتاب رو میاره و وقتی میخوننش گفته های کسروی داخل اون نوشته بود و بعد از این اتفاق روحانی میگه در مجلسی که به امام حسین توهین میشه من نمیتونم بمونم و پا میشه میره. اینجا کسروی هنوز یه جوان 22 ساله است و از همین جوانی خودش رو درگیر این مسائل میکنه. بگذاریم. حالا که کسروی بیکار شده و کاری هم نداره، میره به کتاب فروشی و کتابهای بیشتری رو راجع به مشروطیت و علوم جدید میگیره. یه روز صاحب کتاب فروشی بهش میگه از روی کتابهایی که خریدی فکر میکنم تو هم مشروطه خواهی. چند نفر دیگر رو میشناسم که همین عقاید رو دارن و اگه دوست داری تو رو به اونها معرفی کنم. پس اینجوری میشه که دوستان آزادی خواه و مشروطه طلب بیشتری رو پیدا میکنه و دیگه از اون حصار تنهایی خودش خارج میشه. اما از لحاظ معیشت همچنان در تنگنا قرار میگیره. یکی دوبار تلاش میکنه کارخونه جوراب بافی راه بندازه که شکست میخوره و در نهایت هم مجبور میشه برای گذروندن زندگیش کتابهایی که داشته رو بفروشه. البته در این مدت ازدواج هم کرده بود که همین مسئله کار رو واسش سخت‌تر هم میکنه. خلاصه در همین اوضاع و احوال جنگ جهانی اول در تابستان 1293 خورشیدی شروع میشه. آلمان و اتریش و عثمانی از یک طرف و فرانسه و انگلیس و روس هم از طرف دیگه با همدیگه درگیر میشن.
این جنگ تقریبا 2.5 سال بعد از اون اولتیماتوم روس‌ها و بعد لشکرکشیشون به تبریز شروع میشه. در این 2.5 سال که صمدخان شده بود حاکم و فرماندار تبریز، به همراه همراهان و همفکرانش اعدام‌ها و کشتارهای زیادی رو در تبریز انجام میدن و حالا با شروع جنگ جهانی اول ورق دوباره داشت برمیگشت، اما این بار به نفع مشروطه خواهان. عثمانی‌ها تا تبریز پیشروی کردن و روس‌ها رو عقب روندن، اما دوباره شکست می‌خورن و برمیگردن. دیگه آذربایجان شده بود محل حضور نیروهای روس و عثمانی، میدانی برای جنگ‌های داخلی و خارجی. در همین ایام احمد کسروی میره به مدرسه مموریال اسکول آمریکایی تا هم زبان انگلیسی یاد بگیره و هم با علوم جدید بیشتر آشنا بشه. اما چون سنش زیاد بود به عنوان دانش آموز قبولش نمی‌کنن. پس قرار میشه به عنوان معلم عربی اونجا مشغول به تدریس بشه و در کنارش زبان انگلیسی رو هم یاد بگیره. اینجوری هم زبان یاد میگرفت و هم یه شغلی داشت که درآمد داشته باشه واسش. اون حتی در این مدت با یه خودآموزی که در مدرسه پیدا کرده بود با زبان اسپرانتو هم آشنا میشه و اونو یاد میگیره. زبانی که به قول کسروی خوندن و نوشتنش رو میشه توی یه ماه یاد گرفت. زبانی ابدایی که اون موقع تقریبا 30 سالی میشد که با هدف ساختن یک زبان بین‌المللی و ساده به وجود اومده بود. زبانی که امروز هم هنوز زنده است و افراد زیادی به این زبان حرف میزنن و می‌نویسن. کسروی توی همین سالها، یعنی در حین جنگ جهانی اول و در سالهای 1294-95 چندباری هم با مبلغان بهایی برخورد میکنه و باهاشون صحبت میکنه. در مورد بابیت و بهاییت کلی حرف و حدیث هست که باید به طور کامل بهش بپردازیم، اما اینجا بهتره یک اشاره مختصری داشته باشیم، چون احمد کسروی با بهایی‌ها خیلی در میفته و مقالات و کتاب‌هایی رو هم درباره این دین می‌نویسه. دینی که عقیده داره بهاءالله پایه‌گذار این دین مثل ابراهیم و موسی و عیسی و زرتشت و محمد پیامبر خداست. پیامبری که در سال 1271 خورشیدی، یعنی تقریبا 1-2 سال بعد از تولد کسروی، از دنیا رفته بوده. حالا در اواخر عصر قاجار هم مبلغان این دین دارن تبلیغ میکنن و این مبلغان چندین بار به تور کسروی میخورن. کسروی هم پیش از اینکه با این مبلغان مباحثه کنه تقریبا به صورت کامل تاریخ این دین و احکامشون رو میدونست و از اونجایی که خودش هم دروس روحانیت رو خونده بود اطلاعات خوبی از بهائیان داشت. اما بیشتر آشنایی اون با بهائیت از طریق یکی از دوستان نزدیک دوران نوجوانی و جوانی، یا به قول خود کسروی یار مدرسه ایش به اسم حداد بود. شیخ حسن حداد که خودش از مبلغان بهایی ها بود، دوست نزدیک دوران مدرسه کسروی محسوب می شده. در دوران فرمانداری صمدخان و تسلط روحانیون توی تبریز، یکی از روحانیون فتوا به کشتن این شیخ حسن حداد بهایی رو میده. حداد هم به اون روحانی پیام میده که شما از روی درماندگی و ناتوانی این فتوا رو دارید. اگه راست میگید، امان بدید تا با هم مباحثه کنید. اگه من باختم منو بکشید و اگه شما باختید شما بهایی بشید. اما اون روحانی پاسخی نمیده و همون فتوا پا برجا میمونه. پس حداد هم از ترس جونش تا مدت ها از مردم مخفی میمونه. ولی بعد از یه مدت کسروی به همین دوست قدیمیش، یعنی حداد، نامه میفرسته و بعد از سالها باهاش دیدار میکنه. یکی دو جلسه که میگذره حداد بهش میگه من مدت هاست از بهاییان چیزهایی دیدم که شرمم میاد اونها رو بگم. من دیگه بهایی نیستم، ولی مسلمونا من و خانوادم رو ترک کردن و الان هم قاچاقی زندم. اگه هم بخوام دوباره مسلمان بشم باز میگن مرتد فطری هستم و دوباره میخوان که بکشنم. فعلا فقط بهاییان هوای منو دارن و منم ناچارم با اونها راه بیام و خودم رو در مقابل فتواها و مبارزات محکم نشون بدم و نشکنم. لطفا راز منو به کسی نگو، ولی هر چند وقت یه بار بیا اینجا با هم وقت بگذرونیم و صحبت کنیم. کسروی هم با همفکری یکی از دوستانش تصمیم میگیرن که به کمک یکی دیگه از مجتهدین حداد رو تطهیر کنن و اینجوری بتونن بهش کمک کنن. پس یه روز با هماهنگی کسروی و یک مجتهد دیگه، حداد به صورت ناشناس میره در مسجد و پای منبر اون مجتهد دیگه میشینه و روحانی پای منبر میگه که چند وقت پیش یک مرد خردمندی از من اجازه گرفت تا به دل بهاییان بره و رازهای اونها را به دست بیاره و امروز اون فرد خردمند برگشته و قرار کتابی رو درباره رد بهاییان بنویسه و بعد از کلی تعریف و تمجید مردم همه دور حداد جمع میشن و از اینکه اونو بهایی میشناختن و پشت سرش حرف میزدن ازش معذرت خواهی میکنن و در نهایت اینجوری میشه که
آقا شیخ حسن حداد تطهیر میشه و به زندگی خودش برمیگرده. اما همین حداد اطلاعات ارزنده‌ای رو برای کسروی در مورد بهائیان داره. اطلاعاتی که باعث میشه هر وقت کسروی با مبلغان بهائی روبرو میشه و بحث میکنن، اونا رو به چالش بکشونه که نتونن پاسخ منطقی بدن. مثلا یک بار به دعوت یکی از دوستان میره به خونه یکی از مبلغان معروف بهائی به نام منیر دیوان. در اون جلسه وقتی اون فرد بهائی میخواد صحبت کنه، کسروی میگه من تاریخ شما رو کامل بلدم و نیازی نیست دوباره اونها رو بگیم. من فقط چند تا پرسش دارم که میخوام شما جواب بدید. اون هم به دو شرط. یکی اینکه سوال صریح و ساده میپرسم و پاسخ شما هم ساده باشه بدون شرح و مقدمه. و شرط دوم هم اینه که پرسش و پاسخها همه مکتوب بشن. مبلغ بهایی هم قبول میکنه و کسروی شروع میکنه به سوال کردن. سوالاتی در مورد پیامبر بهایی ها. نمیخوام وارد جزئیات بشم، ولی کلیات سوالات رو دوست دارم شما هم بدید. دو گفته کسروی ظاهرا بهایی ها اعتقاد دارن که سید محمد علی باب پیامبر بابی ها بوده و بهاءالله هم پیامبر بهایی ها بوده که هر دو هم شریعت جدیدی رو داشتن. نکته جالب اینجاست که تنها 13 سال بعد از باب بهاءالله ظهور میکنه و شریعت جدیدی رو میاره. همین مسئله رو کسروی اینجوری میپرسه. اول میپرسه اصلا علت تجدید نبوت چیه؟ چرا وقتی یک پیامبر اومده دوباره یکی دیگه باید بیاد؟ منیر دیوان هم در پاسخ میگه وقتی یک نبی میاد شریعتی مناسب اون زمان میاره. وقتی زمان یا به عبارتی زمانه تغییر میکنه، یک پیامبر دیگه میاد که شریعتی به اقتضای زمان جدید بیاره. بعد هم کسروی میپرسه به نظر شما محمد علی باب شریعت جدیدی داشته؟ که مبلغ بهایی هم تایید میکنه و میگه بله. بعد دوباره کسروی میگه که پس لطفاً کتابش رو بیارید تا با هم بررسی کنیم و ببینیم که آیا مطابق زمانه هست یا نه. مبلغ جواب میده که ما کتابش رو نداریم چون منسوخ شده. بعد کسروی میگه شما قرآن و تورات و انجیل رو اونجا کنار هم قرار دادید و کتابهایی که سالها قبل اومدن و به قول شما منسوخ شدن رو دارید، ولی کتاب بیان یعنی کتاب بابیان رو ندارید. بعد کسروی اضافه میکنه که باشه اون کتاب رو ندارید، اما قبول دارید که شریعت جدید باب مناسب زمانه بوده دیگه. مبلغ تایید میکنه و میگه البته که بوده. بعد کسروی میگه پس چی شده که 13 سال بعد بهاءالله بلند میشه و یک شریعت نو میاره؟ مگه تو این 13 سال نیازهای زمانه تغییر کردن؟ در پاسخ به این سوال مبلغ میگه که ما نمیتونیم به خدا ایراد بگیریم. اما کسروی در پاسخ میگه ما که هنوز نمیدونیم از طرف خدا بوده و میخوایم ببینیم که آیا از سمت خدا بوده یا نه. خلاصه کسروی با این سوالات مبلغ بهایی رو کلافه میکنه و در پایان مبلغ میگه به ما اجازه ندادن که در چنین موضوعاتی بحث کنیم. سوالاتت رو به من بده، من از مرکز میپرسم و واسهتون میفرستم. در پایان وقتی مبلغ تازه میشناسه که کسروی کیه، میگه در هر ظهوری کسانی مثل شما که به دانش خودشون مغرورن عقب میمونن و قابل هدایت نیستن. بعد این جلسه تموم میشه و کسروی خوشحال از این پیروزی دیگه از اونجا خارج میشه. البته هر کدوم از این مباحثه ها یک دشمن جدید هم برای اون ایجاد میکرد و این مباحث مذهبی که با ملاها و روحانیون و بهایی ها داشت واسهش دشمن تراشی میکرد. البته توی این سالها هنوز جوان 24-5 ساله‌ای بود. اون سالها با همین نگاه انتقادآمیز به مذاهب زندگی کرد و در اواخر عمرش، یعنی در سال 1322، کتابهایی رو هم در نقد صوفیگری و بهائیت و شیعه نوشت. کتابهایی در مورد مذاهب مثل همین سه تا کتاب صوفیگری و بهائیگری و شیعه‌گری احمد کسروی بالاخره سر اونو به باد دادن و در سال 1324 توسط گروه فداییان اسلام ترور شد که در ادامه بهش میرسیم. پس فعلا برگردیم به همون سال 1295 خورشیدی. کسروی بعد از یک سال در مدرسه مموریال آمریکایی برای پیدا کردن کار و رهایی از فشارهای روحانیون و به توصیه پزشکان به سفر قفقاز میره. میره تفلیس، بعد میره باکو، از اونجا با کشتی میره اشقاباد و بعد هم به مشهد میره و چون کاری به دست نمیاره دوباره برمیگرده به تفلیس. تقریبا نزدیک به 3 ماه توی این سفر بود تا اینکه از مدرسه مموریال نامه میرسه که حقوقت رو افزایش میدیم و برگرد. بالاخره برمیگرده، ولی بعد از یه مدت بین ارمنی‌های مدرسه با مسلمان‌ها درگیری پیش میاد و سر همین قضیه کسروی دیگه به اون مدرسه میاد.
در سال 1296 خورشیدی یا همون 1917 میلادی نیکولای دوم آخرین تزار روسیه سرنگون شد و انقلاب روسیه شکل گرفت. با این انقلاب نیروهای روس کم کم از مناطق تحت تصرف عقب نشینی کردند. با عقب رفتن روس‌ها از تبریز و همچنین آذربایجان فرصت برای بقیه ایجاد میشه. شیخ محمد خیابانی حزب دموکرات رو در آذربایجان دوباره راه انداخت و بعضی از مشروطه خواهان به تلافی اون 6 سال گذشته مشغول به کینه‌جویی و انتقام شدن. همزمان بیماری وبا و تیفوس و قحطی توی تبریز و شهرهای آذربایجان کشته میگرفت و بجز این شرایط آشوری‌ها هم در سلماس و ارومیه دست به کشتار می‌زدند. خلاصه شرایط آشفته‌ای در منطقه حاکم بود و توی همین اوضاع مادر کسروی خدیجه خانم هم از دنیا میره. مادری که توی این سالهای بعد از فوت پدر تمام بددفتری‌ها علیه پسرش رو دیده بود و قصه می‌خورد. از طرف دیگه بعد از سرکار اومدن کمونیست‌ها توی روسیه و عقب نشینی اونها، این بار در سال 1297 سپاهیان عثمانی به آذربایجان اومدن و جای روسا رو گرفتن. عثمانی‌ها به دموکرات‌ها بدبین بودن و اونا رو گرفتن و از تبریز بیرون انداختن. پس شیخ محمد خیابانی و چند نفر از یارانش رو بیرون کردن و به جای گروه دموکرات‌ها حزب اتحاد اسلامی پدید اومد که بعضی از یارای خیابانی، یعنی همون دموکرات‌ها، بعضی از دموکرات‌ها به این اتحاد اسلامی پیوستن و با عثمانی‌ها هم همکاری کردن. یکی از این افراد هم تقی رفعت بود که روزنامه‌ای به زبان ترکی به نام آذرآبادگان رو منتشر میکنه. با این وجود جنگ جهانی اول تموم میشه و متحدین که عثمانی‌ها هم شامل اونا بودن شکست میخورن. بعد با این شکست عثمانی‌ها مجبور به ترک تبریز و آذربایجان میشن و با خروج عثمانی‌ها از تبریز حزب اتحاد اسلامی هم از بین میره و دوباره شرایط برای فعالیت کسروی و بقیه دموکرات‌ها مهیا میشه. پس با خروج عثمانی‌ها دموکرات‌ها دوباره سازمان خودشون رو بازسازی کردن و این بار کسانی که با عثمانی‌ها همکاری داشتن و در گسترش پان‌ترکیسم تلاش کرده بودن رو از حزب بیرون می‌کنن. اما بعد از این تصمیم مهمی در حزب دموکرات می‌گیرن که از این به بعد حزب از زبان فارسی استفاده کنه و یکی از اهداف حزب رو گسترش و حمایت از زبان فارسی قرار میدن. با همین نگاه کسروی 5-6 سال بعد کتاب آذری زبان باستان آذربایجان رو می‌نویسه. کتابی که در اون به کشمکش روزنامه‌نگاران عثمانی و ایرانی درباره زبان مردم آذربایجان می‌پردازه. عثمانی‌ها از اون طرف میگن مردم آذربایجان ترک هستن و باید با ما باشن و ایرانی‌ها هم از این طرف میگن که آذربایجان همیشه با ایران بوده و از این حرف. واقعا من در ویدئوی آذربایجان آذری‌ها ترک بودن یا فارس راجع به صحبت‌های احمد کسروی در این باره گفتیم. ویدئویی که واکنش‌های متفاوتی داشت و از همون موقع توی ذهنمون مونده بود که راجع به احمد کسروی بیشتر بدونیم. آخه توی بخش نظرات اون ویدئو خیلی‌ها ستایشش کردن و خیلی‌ها هم فحشش دادن. و ما هم با اینکه کتابش رو خونده بودیم اما چیز زیادی از خودش و افکارش نمی‌دونستیم و این شد که کم کم بیشتر درباره‌اش مطالعه کردیم و حالا شده این ویدئویی که دارید می‌بینید. ما اینجا تلاش می‌کنیم با خود گفته‌های کسروی پیش بریم و ببینیم هر کتابش رو تو چه شرایطی و با چه افکاری نوشته تا بتونیم اونو بهتر بشناسیم. بگذاریم. بعد از خروج عثمانی‌ها خیابانی دوباره به تبریز برگشت. اما کم کم بین دموکرات‌های تبریز هم اختلافاتی به وجود اومد. خیابانی و کسروی که مدت‌ها دوست و نزدیک بودن از هم رنجیدن و کم کم فاصله گرفتن. کسروی به بعضی از کارهای خیابانی ایراد می‌گرفت اما شیخ محمد خیابانی کارهای خودش رو می‌کرد و این مسائل باعث شد کسروی کنار بکشه و در همین دوران، یعنی در سال 1298 کسروی وارد عدلیه میشه. اما اختلاف دموکرات‌ها بیشتر میشه و همفکران کسروی کلاً خودشون رو کنار کشیدن و یک گروه دیگه به نام تنقیدیون به معنی انتقاد کنندگان شکل دادن. پس یک طرف شد خیابانی و طرف دیگه هم تنقیدیون. بعد که شیخ محمد خیابانی قیام میکنه با کسروی و یارانش هم برخورد میکنن و کسروی مجبور میشه از تبریز خارج بشه. درباره قیام خیابانی و اینکه یک جمهوری به نام آزادیستان یا آزادستان در تبریز ایجاد میکنه و انگیزه هاش از این کار حرفی نمیزنیم. اما همینقدر بگیم که هم کنسول بریتانیا و هم دولت ایران هر کدوم جداگانه با کسروی و یارانش ارتباط میگیرن تا اینکه با محمد خیابانی برخورد کنه که کسروی دشمنی و رویارویی با خیابانی رو نمیپذیره. کلاً خودش رو از این قاله خیابانی کنار میکشه و میره تهران تا اینکه بالاخره شیخ محمد خیابانی
در شهریور 1299 کشته میشن. همزمان کسروی هم توی تهران توی مدرسه عربی درس میداد و هم در عدلیه مشغول به کار شده بود. کسروی تا اینجای زندگی نامش رو توی کتاب زندگانی من نوشته و از اینجا به بعد رو در کتاب 10 سال در عدلیه چاپ کرده. البته هر دو کتاب رو هم در سال 1323 نوشته و بعد از این سومین جلد از زندگی نامش رو با عنوان چرا از عدلیه بیرون آمدن می نویسه و تقریبا 1 سال بعد از این کتاب ها هم تراجم شده. مدتی بعد از کشته شدن خیابانی دوباره کسروی رو به تبریز می فرستن و این بار هم به عنوان کار در عدلیه یا عضویت در استیناف تبریز. در این مدت هنوز سر تا سر ایران آشفته بود. دیگه اواخر قاجار بود و همه جا هرج و مرج وجود داشت. اسماعیل سیمیتقو یا اسماعیل شکاک ارومیه و بخشایی از آذربایجان رو گرفته بود و از طرف دیگه عدلیه هم دچار فساد شده بود. با این وجود کسروی فقط 3 هفته توی تبریز مشغول بود. چون کودتای اسفند 1299 رخ میده و سید ضیاءالدین طباطبایی با کودتا دولت رو در دست میگیره و بعد از این کار هم دستور بستن عدلیه رو صادر میکنه. تا چندین ماه عدلیه بسته میمونه و کسروی هم از کار بیکار میشه. دوباره فشار مالی بهش وارد میشه و در همین اوضاع و احوال همسرش هم فوت میکنه. بعد یکی از نزدیکان کسروی میره تهران و زیرابش رو به عبارتی میزنه و وقتی عدلیه باز میشه خودش جای کسروی رو در عدلیه تبریز میگیره و حالا کسروی بیکار مجبور میشه بره تهران تا یه کاری به دست بیاره. بالاخره بعد از کلی مذاکره با عدلیه تهران پیشنهاد عضویت در استیناف مازندران رو قبول میکنه و میره به سمت مازندران. مازندرانی که امیر مؤید سوادکوهی اونجا قدرت و نفوذ زیادی داشت که رضاخان سردار سپه هم برای سرکوب اون نیروهایی رو فرستاده بود. امیر مؤید سوادکوهی میشه عموی لحاک خان که 4-5 سال بعد یعنی در سال 1305 هم شورشی رو در شمال خراسان و بجنور ترتیب میده که داستان کامل اونو توی فرصت دیگه میگیم. کسروی با هر سختی بود بالاخره خودش رو به مازندران و ساری میرسونه و 4-5 ماهی رو اونجا میمونه که از تهران نامه‌ای میاد که قرار استیناف مازندران یا همون دادگاه مازندران هم دوباره بسته بشه و دوباره کسروی بیکار میشه. خلاصه در مدت 4-5 سال و تا سال 1304 مازندران و دماوند و زنجان و خوزستان توی این مناطق مشغول به کار میشه و هر جایی هم که میره یک تحولی رو در عدلیه اونجا به وجود میاره. اون موقع هنوز عدلیه تحت تأثیر روحانیون و مجتهدان بودن و با اینکه مشیر الدوله قانون اصول محاکمات رو ترجمه و تدوین کرده بود ولی علما مقاومت میکردن و اعتقاد داشتن داوری و قضاوت ویژه مجتهدانه. در ویدئوی زندگی نامه مشیر الدوله به این مسئله پرداختیم که پیشنهاد میکنم حتما اونو تماشا کنید. خلاصه روحانیون در مقابل این قانون مقاومت میکردن و برای اینکه بین قانون و مجتهدان اختلاف پیش نیاد 7 ماده به اون اضافه کردن که یکی از اونها به این صورت بوده: اگر مدعی و مدعیان علیه به رسیدگی عدلیه ترازی نکنند، محکمه باید رسیدگی رو به عضو شرع احاله کند. یعنی اگه دو طرف درگیری راضی باشن، عیبی نداره. عدلیه میتونه بینشون حکمیت کنه و شریعت هم این اجازه رو میده. اما اگه یک طرف هم ناراضی باشه، عدلیه دیگه حق رسیدگی رو نداره و این حق محکمه است که بخواد به این مسئله رسیدگی کنه. که محکمه هم میشه همون شرع. و کی باید این حکم رو صادر کنه؟ روحانی یا مجتهد شریعت. پس اینجور وصل پینه ها رو به قانون تازه نوشته شده میزنن تا ایران هم بالاخره دادگاه داشته باشه و هم دل مجتهدین رو به دست آورده باشه. اما کسروی که با این مسائل مشکل داشت این ابلاغیه رو زیاد جدی نمی گرفت و هر جا که مشغول به کار می شد بر اساس قانون برخورد می کرد و توصیه و رشوه و حکم شرعی و این چیزا رو اصلا قبول نمی کرد. این مسئله باعث شده بود تا روحانیون زیاد از اون خوششون نیاد و بارها تضاد بین مجتهدین و کسروی رخ داده بود. مثلا توی یک پرونده در زنجان روحانیون به نفع یک شخصی رأی صادر میکنن و طلبه ها رو میفرستن و به زور صاحب خونه رو بیرون میکنن و خونه رو ازش میگیرن تا بدن به یک شخص دیگه. اما کسروی با شدت عمل برخورد میکنه و وقتی حتی شهربانی نمیخواد که در مقابل فتوای علما عمل کنه، کارکنان عدلیه رو میفرسته که خونه رو پس بگیرن. یا وقتی پسر یکی از این کله گنده ها و بازرگانای زنجان یه قتلی انجام میده،
میره در خانه یکی از مجتهدین بست میشینه و کسی هم نمیره اونجا تا دستگیرش کنه. کسروی به شهربانی و حاکم شهر نامه می‌نویسه که این شخص رو دستگیر کنید و اونو هم در پاسخ می‌نویسن که صلاح نیست. بعد خودش به اون مجتهد نامه می‌نویسه که حاجی احمد که آدم کشته و اکنون در خانه شماست، به دستور قانون باید دستگیر گردد و به دادگاه فرستاده شود. از آن سو در اسلام تنها کعبه پناهگاه توانستی بود. من نمی‌دانم از کی خانه شما کعبه گردیده. به هر حال من ناچارم حاجی احمد را به دست آورم. یا خودتان بفرستید یا میفرستم، میکشند و میآورند. که همون روز حاجی احمد را به عدلیه میفرستن و از اونجا هم میبرنش زندان. خلاصه از این داستان ها زیاد هست که کسروی در خاطراتش بیان میکنه و ما هم نمیتونیم به همه اونا شعر کنیم. در این سالهایی که در عدلیه بود شروع میکنه به پژوهش و نوشتن کتابهای تاریخ مازندران و تاریخ خوزستان و تاریخ شیر و خورشید و بعد در تمام این مدت هم یادداشت‌هایی درباره موضوعات مختلف توی نشریات می‌نوشت. در مدت این سالها شیخ خزعل شورش میکنه و رضا خان اونو هم سرکوب میکنه. بعد هم که داستان برچیده شدن قاجار و به قدرت رسیدن پهلوی‌ها رخ میده. آروی کار اومدن رضا شاه تغییر تحولاتی در سیستم عدلیه هم رخ میده. وقتی علی اکبر داور میشه وزیر عدلیه، چند ماه تمام عدلیه رو تعطیل میکنه تا دوباره اون از اول بسازه. بعد از یه مدت داور میفرسته پی کسروی و در جلسه‌ای که با هم دیگه داشتن اونو مدعی العموم تهران قرار میده و میگه باید عمامه و عبا رو کنار بذاری، که کسروی هم میگه هیچ وابستگی به این لباس ندارم. اما بعد از یه مدت بین کسروی و داور هم به هم میخوره و دیگه کار قضاوت نمیکنه و یه مدت میره دنبال وکالت که به قول خودش درآمد خیلی بهتری هم از قضاوت داشته. در این مدت تیموتاش از کسروی حمایت میکرد و پیشنهادات کاری مختلفی هم برای اون داشت. به هر حال کسروی دوباره بر میگرده در عدلیه و قضاوت رو شروع میکنه. گرچه زیاد از علی اکبر داور خوشش نمیاد و خیلی بهش انتقاد داره، اما با این وجود همکاری میکنن و ارتقا میگیره. از طرف دیگه تیموتاش وزیر دربار وقتی از اروپا بر میگرده میبینه شرقشناسان معروف همه کسروی رو از روی آثارش میشناسن و به خاطر همین بهش پیشنهاد میکنه که از عدلیه خارج شو و بیا در وزارت فرهنگ، بهت حقوق میدیم و تو فقط بشین و پژوهش کن و بنویس. که کسروی در پاسخ هم میگه همینایی رو هم که تا اینجا تحقیق کردم و نوشتم توی عدلیه بوده که نوشتم، اون هم در زمان فراغتم. خلاصه داور اجازه خروج کسروی از عدلیه رو نمیده، اما این وضع چندان دوام نمیاره و دعوای داور و کسروی بالا میگیره. در نهایت هم کسروی از عدلیه خارج میشه. این خروج از عدلیه هم خودش داستانی داره که کسروی برای توضیح دادن اون مجبور میشه سومین جلد از زندگی نامش رو با عنوان چرا از عدلیه بیرون آمدم بنویسه. اون در سال 1309 از عدلیه بیرون میاد. طبق پرونده‌ای که خودش میگه به تحریک داور و دار و دستش واسش ساخته بودن. کسروی متهم میشه که زن یکی از شاکیان پرونده‌هاش رو مجبور کرده از همسرش طلاق بگیره و به عبارتی به ناموس زن شاطر حبیب تجاوز کرده، که خود کسروی داستان اون پرونده رو کامل میگه و در ادامه میگه که این پرونده سازی به خاطر اون بوده که من توی پرونده ده اوین دربار رو محکوم کرده بودم. پس داور و تیمورتاش و اسدی و فاضل الملک از این حکم من عصبانی بودن و میخواستن از این طریق منو زمین بزنن. از طریق رشوه نتونستن تهمت بزنن و حالا اومدن از راه زن به هم آسیب بزنن. گرچه این زنی که الان داریم دربارش صحبت میکنیم بعدن زن کسروی شده، اما خود کسروی میگه ربطی به اتهاماتی که به هم میزنن نداشته. و خلاصه احمد کسروی با تنزل درجه دیگه قضاوت نکرد و بعد از اون به شغل وکالت ادامه میده. بعد در سال 1311 یک نامه اعتراضی درباره وضع عدلیه به رضا شاه مینویسه و اونجا رو کانون رشوه خواری و فساد میخونه که علی اکبر داور هر کاری بخواد اونجا انجام میده. ما قبلا درباره داور و تیمورتاش ویدیو ساختیم که چون در این قسمت زیاد به اسم اونا برخورد کردیم، گفتم بهتر اون ویدیوها رو هم بهتون معرفی کنم که اگه دوست داشتی اونا رو هم ببینید. کسروی تا سال 1311-12 بیشتر تحقیق و مطالعاتش رو روی تاریخ و زبانشناسی گذاشته بود و مقالات زیادی در این خصوص نوشته بود. اما از این سالها به بعد یک تغییر کلی در نگاه اون به وجود میاد. اون دیگه یک مورخ و یک دانشمند زبانشناس نبود، بلکه حالا به دنبال اصلاح جامعه بود.
اون در سال 1312 کتاب آیین رو منتشر میکنه که در اون از دین و قانون حرف میزنه. در این کتاب به صراحت میگه که قانون نمیتونه جای دین رو بگیره و اگه قانون یک فایده داشته باشه، دین 10 فایده داره. اگه در جایی شرافت وجود نداشته باشه، قانونگذاری از سخت‌ترین کارهاست و شرافت هم جز به دین به دست نمیاد. پس برای اینکه قانون اجرا بشه، باید دین هم دست به کار بشه، وگرنه قانون به تنهایی نمیتونه کاری بکنه. از طرف دیگه دینداران به دلخواه خودشون گناه نمیکنن، ولی پیروان قانون تنها از راه ترسه که جرمی انجام نمیدن و از این دست صحبت ها توی کتابش زیاد مینویسه. کسروی با نوشتن این 2 جلد کتاب آیین شهرت بیشتری پیدا کرد و افرادی هم پیرو این افکار شدن. برخلاف صحبت های مخالفانش که اونو ضد دین معرفی میکنن، اما اون به صراحت میگه که به دین معتقده، اما ظاهرا تعریف اون از دین با تعریف روحانیون از دین متفاوت بوده. اون بعدها در ماهنامه پیمان مقالاتی درباره امور دینی و اجتماعی نوشت، ماهنامه‌ای که تقریبا 9 سال مدام منتشر شد تا اینکه در سال 1320 متفقین ایران رو اشغال کردن و رضا شاه مجبور به استعفا شد و بعدش هم از کشور تبعید شد. بعد از این حوادث روزنامه پرچم رو که بیشتر سیاسی بود منتشر میکنه. بعد از رفتن رضا شاه، رکن‌الدین مختاری، رئیس شهربانی و پزشک احمدی، همون پزشک معروف زندان قصر که میگن در مرگ چند نفر از جمله تیمورتاش مشارکت داشته، محاکمه میشن که احمد کسروی وکیل تسخیری این 2 نفر هم بوده. ما قبلا در ویدئوی تیمورتاش به پزشک احمدی اشاره کرده بودیم و اینجا دوباره میبینیم که احمد کسروی وکیل همین پزشک بوده. به هر حال در این سالها کسروی از خیلی چیزها انتقاد کرد، از عقاید سیاسی گرفته تا عقاید مذهبی و بعضی از شعر و شاعران. به تمدن نوین اروپایی و فلسفه‌های دیگه میتازه و بر ضد خرافات و تعصبات بیجا و اختلافات مذهبی و صوفیگری و بهائیگری و برخی اعتقادات شیعه مقاله و کتاب می‌نویسه. به فرهنگستان و لغت‌سازان ایراد می‌گیره و با شعر و شاعری مخالفت می‌کنه و فلسفه و عرفان رو نقد می‌کنه. در واقع اونو میشه از پرکارترین افراد تاریخ معاصر ایران دونست که در نهایت در راه عقایدش ترور میشه. بیش از 70 جلد کتاب و چندین مقاله که لیست اونها رو در تصویر هم میتونید ببینید. تاریخ مشروطه ایران و تاریخ 18 ساله آذربایجان جزو کتابهایی هستن که با جزئیات به حوادث مشروطه و آذربایجان پرداخته که راهگشای خیلی از محققین بعد از خودش شدن. اما صحبت درباره تمام آثار و عقاید کسروی کار بسیار زمانبری که فکر نمی‌کنم اینجا بتونیم بهش بپردازیم. به هر حال به نظرم بهتره این بحث و مباحثی مثل ادعای پیامبری و مراسم کتاب سوزان و این مسائل رو بیخیال بشیم و بریم سر وقت روزهای پایانی عمر احمد کسروی و نحوه تولد. یک بار در تاریخ 8 اردیبهشت 1324 توسط نواب صفوی و یارانش به احمد کسروی سوء قصد میشه و با اسلحه و چاقو بهش حمله میکنن که این بار جون سالم به در میبره و یک بار دیگه هم تقریبا 10 ماه بعد از سوء قصد اولی در تاریخ 20 اسفند 1324 در داخل دادسرا و در اتاق بازپرس توسط برادران امامی بهش حمله میشه که این بار به ضرب گلوله و چاقو از پا در میاد و کشته میشه. اما سوال اینجاست، این ترورها و سوء قصدها تو چه شرایطی انجام شد و اصلا چرا احمد کسروی رو کشتن؟ برای پاسخ به این سوال بیاین یک بار دیگه شرایط رو مرور کنیم. کسروی در یک خانواده به دنیا میاد که اجدادش روحانی بودن و خودش هم درس طلبگی میخونه و یه مدت روحانی محل میشه. استعداد زیادی در یادگیری علوم مختلف و زبان داشت و خیلی زود کتابهای زیادی رو میخونه و در زمینه‌های مختلف هم رشد میکنه. اما از همون اول با یک سری مظاهر دین، خرافه پرستی ها و به قول خودش دروغ های روز خون ها به مشکل میخوره و از هر فرصتی استفاده میکرد تا علیه اونا مطلب بنویسه. از اون طرف ایران هم یک جامعه بسته‌ای بود که دین و روحانیت قدرت زیادی اونجا داشتن. تا اینکه رضا شاه میاد و کمی از نفوذ روحانیت کم میکنه و تلاش میکنه که قدرت اونها رو محدودتر کنه. پس از سالهای 1300 تا 1345 که رضا خان میاد و رضا شاه میشه و تا سال 1320 که رضا شاه از ایران میره، یک قدرت متمرکز در کشور وجود داشته که زیاد اجازه فعالیت سیاسی و اجتماعی رو به بقیه و حتی روحانیون نمیداد.
اما با آغاز جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط متفقین و تبعید رضا شاه، ناخواسته کمی فضای کشور برای فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی بازتر میشه. در این سالها کتاب‌ها و نشریات زیادی منتشر میشن و فعالیت‌های سازمانیافته سیاسی، مذهبی و اجتماعی رشد می‌کنند. در همین دوران، یعنی بعد از سال‌های 1320-21 بود که احمد کسروی کتاب‌ها و انتقادهای تند و تیزش رو بر ارزش‌ها و مبانی شیعه می‌نویسه و منتشر می‌کنه. مسائل اصلاح جامعه و دین و پاکدینی و پیروان کسروی هم توی همین ایام بودن که شکل می‌گیرن و منسجم‌تر میشن. کسروی در منظرش جلسات هفتگیر برای پیروانش و حتی منتقدانش برگزار می‌کنه و توی این جلسات افکار آزاداندیشی و پاکدینی رو شرح می‌ده. از طرف دیگه فضا برای روحانیون و اسلامگراها هم بازتر شده بود. به قول ناصر پاکدامن، نویسنده کتاب قتل کسروی، در این مدت 3-4 ساله که 8 تا نخست وزیر میان و میرن و هیچ دولتی ثبات نداره، دولتیان رضاخان زدائی میکنن و تلاش میکنن که کدورت رو از دل روحانیت بیرون بیارن و اونا رو حامی خودشون بدونن. در این 4 سال دولتیان به درخواست روحانیون دوباره چادر رو آزاد میکنن، مدارس مختلف رو جدا میکنن، تدریس شرعیات و عمل به آداب دینی و برنامه‌های آموزشی رو هم با نظر یک نفر مجتهد جامعه و شرایط اجرا می‌کنن و به عبارتی عقربه‌های زمان رو دوباره به عقب برمی‌گردونن. خلاصه در این سال‌ها که ایران درگیر حضور متفقین بود و در واقع سال‌ها و ماه‌های پایانی جنگ جهانی دوم محسوب می‌شد، از کسروی شکایت میشه و اونو به دادسرا می‌کشینن تا جلوی انتشار کتاب شیعه‌گری و بقیه فعالیت‌های اونو بگیرن. از اون طرف کسروی همزمان فعالیت‌هاش رو ادامه میداد و حتی درباره شرایط ایران در اون زمان هم یک کتاب می‌نویسه به نام سرنوشت ایران چه خواهد شد، که توی این کتاب به مسئله تجزیه ایران و جعفر پیشه‌وری و مشکلات می‌پردازه که نشون میده حتی در شرایطی که خودش در مخمصه است به فکر کشورشه که قراره چی بشه. بگذاریم و برگردیم سر وقت ترورش. سید مجتبی میردوهی یا همون نواب صفوی یک جوان 21-22 ساله است که در نجف طلب است. وقتی کتاب شیعه‌گری کسروی به نجف میرسه، علمای شیعیان با خوندن اون برافروخته میشن و درباره کسروی و کتابهاش سخنرانی هایی میکنن که در نهایت نواب صفوی به نیت ترور کسروی از نجف به تهران میاد. یه مدت این ور اون ور میچرخه و حتی در جلسات هفتگی کسروی هم شرکت میکنه و در نهایت در 8 اردیبهشت 1324 به همراه چندین نفر دیگه به کسروی حمله میکنن و با گلوله و چاقو اونو زخمی میکنن، ولی کسروی زنده میمونه. بعد از این حادثه احمد کسروی در روزنامه و کتاب و ماهنامه پرچم به دولت و دولت مردان و شهربانی انتقاد میکنه که چرا حامی این قاتلان شده و این ترور رو در حد یک نزاع خیابانی پایین میاره و با ضاربین برخورد نمیکنه. بعد در ادامه میگه اشرار هنگامی که این حمایت رو از کارمندان خائن دولت دیدن، پیدا بود که تا چه اندازه جسور خواهند گردید. نکته جالب اینجاست که شهربانی ادعای نواب صفوی رو مبنی بر اینکه نواب با چاقو از خودش دفاع کرده و اسلحه رو از دست کسروی درآورده رو قبول میکنه و هیچ پاسخی هم به سوالات کسروی مبنی بر اینکه این آقا و همراهانش اونجا چیکار میکردن و این گلوله های در بدن هم چی میشن و از کجا اومدن و مستنداتی که خلاصه توی روزنامهش منتشر کرده بوده پاسخی به اونا نمیدن. و در نهایت هم نواب صفوی با قرار وثیقه آزاد میشه و به عنوان یک قهرمان ازش استقبال میشه و همین حالا هم از اون به عنوان یکی از قهرمان ها و مبارزان اسلام یاد میشه که فکر کنم یه خیابون هم توی تهران به نام اون داریم. نواب صفوی جمعیت فدایان اسلام رو پایه‌ریزی میکنه و با استفاده از اعضای این گروه به مبارزه مسلحانه با مخالفان دین و مذهب و قرآن و اسلام دست میزنه. فدایان اسلام بعد از کسروی عبدالحسین هجیر، حاج علی رزمارا و حسین علا رو هم ترور میکنن و از این طریق به مبارزه با شاه و عواملش و مخالفین اسلام میپردازن. نواب صفوی بعد از آزادی از زندان جمعیت فدایان اسلام رو تشکیل داد و برادری و استقامت و اتحاد رو خط کلی جمعیت و هدف اونها رو رسیدن به حاکمیت اسلام و قرآن و روش اصلی مبارزه رو شهادت و انتقام و قصاص معرفی میکنه. فدایان اسلامی که نقش تأثیرگذاری در تاریخ ایران داشتن. خلاصه بعد از تلاش اول برای ترور کسروی،
کسروی توی روزنامه‌اش درباره نواب صفوی و نقشه روحانیون می‌نویسه که در اون نوشته‌ها نواب صفوی رو ابن ملجم ناشی معرفی می‌کنه و میگه با این حمایت‌های دولتیان این قصه همینجا به پایان نمی‌رسه. در واقع اشتباه هم نمی‌کرد و در 20 اسفند 1324 وقتی به دادسرا میره برادران امامی یعنی سید حسین و علی محمد که از فدایان اسلام بودن احمد کسروی رو ترور میکنن و این بار دیگه کسروی زنده نمیمونه. شرح این حادثه رو از زبون نصرت الله امینی قاضی که در زمان قتل کسروی در همون ساختمان کاخ دادگستری فعالیت میکرد با هم دیگه بشنویم. تو اتاقم نشسته بودم که مشرف به حیات بود که راه منحصر از همین خیابان خیام، خیابان جلیل‌آباد سابق بود به دادگستری. اون در اصلی باز نشده بود. دیدم صدای الله اکبری میاد و سر شلوغ شده. بعد پاشتم نگاه کردم شلوغ است و به پیشخدمت گفتم برو ببین چه خبر شده. رفت و برگشت و گفت آقا کسرایی را کشتن. ما یک پاسپورتی داشتیم، پاسپورت شعبه 1 دادسرای تهران به اسم کسرایی. بنده خیلی ناراحت شدم، دویدم آمدم پایینو که برم ببینم چی شده. رفتم تو قسمت دادسرا، دیدم جلو شعبه 7 بازپرسی شلوغ. خب بنده پرسیدم گفتن آخه کسروی کشته شد. بنده وارد تو خونه رو چیزی که پیش خدمت ها راه باز کردم، بنده رفتم تو اتاقو دیدم دم در اتاق یک جوانی افتاده، کارت خورده و مرده که معلوم شد بادیگارد سید احمد کسروی است. و وسط اتاقم کسروی افتاده، شکم از شکمش مقدار زیادی روده و توسه بیرون آمده، دندان مصنوعیش افتاده بیرون و فوت کرد. و زیر میزم آقای بلیغ بازپرس شعبه 7 قش کرده افتاده. بنده آقای بلیغ را با پیشخدمت ها کشیدیم بیرون و بردیم اتاق دیگه و دادستان تهران هم آقای مجلسی بود آمدن و بعد تلفن کرد ایشان که خود بندم بودم تو اتاق، تلفن کردیم به فرماندار نظامی چون جرمی واقع شده بود مربوط در صلاحیت فرماندار نظامی اون وقت سرهنگ یا سرگرد و سرگرد بود سرگرد شجره از دادسرای حکومت نظامی آمد. بنده کاری کردم، تلفن کردم به وزارت دادخانه و گفتم چه این وضعی شد رخ داد، شما اجازه بدید ما امروز دادسرا رو تعطیل کنیم، یعنی کسی رو دیگه راه ندید. بنده چند تا از این منشیات دم در نشوندم که اختیارهایی که من روش بنویسن که به مناسبت حادثه‌ای که واقع شد دادسرا تعطیل تجدید بشه، که اصلا مثلا اگر اشخاصی را خواستن در ظرف 3 روز بیان، اگر احیانا نمی‌نوشتن که آمدن ممکن بود طبق مقررات جلبشون کنن، برای اینکه این کار نشود این کار ما سپردن بکنن. و بعد جلو این راهرو شعبه 7 هم بنده بستم، پیش خدمت های دادگستری گذاشتم که کسی نره تا تکلیف جنازه ایشون معلوم شو. یه وقت این جوانی آمد و مشت زد و صفو باز کرد، گفتم آقا چه خبر چی چه؟ گفتن آقا کجاست پدر من، کجا افتاده؟ گفتم پدر شما که، گفت کسروی. من در به سلام بهشون کردم، معلوم شد آقای جلال کسروی است، پسر کسروی، تسلیت گفتم. و خب او را من بردم توی اتاق و دید جنازه پسرش، معلوم شد که اون روز کسروی را برای ادای توضیحاتی، برای توضیحات راجع به همین کتاب شیعیگریش و ظاهرا اهانتایی که به امام جعفر صادق شده زیادی بازپرس احضار کرد. البته این احضار کردن او در خارج منعکس شده بود و بنابراین دسته فدایان اسلام می دانستن که کسروی اون روز به دادگستری خواهد آمد. یک روز هم همین آقایانی که اون روز آمدن راز قتل کسروی شدن امامی ها در درشکه به کسروی حمله کرده بودن در اون. ولی اون روز به طوری که خود بلیغ بعدن به من گفت، من ازش پرسیدم، گفت که وقتی که کسروی نشست و من شروع کردم که از او تحقیق بکنم، فعیزن دو نفر وارد شدن، یکی آمد بالای سر کسروی با کارد آخته به گردن ایشون زد و وقتی که کارد زد اون بادیگارد کسروی که اون دمی در نشسته بود از این به قول ما عرب گفتیم پیشتو از چیزای روسی داشت بلند کرد و که این ضارب را بزند، ولی برادر این امامی که دمی در بود او با کارد زد به دست اون حدادپور، اسمش حدادپور بود اگر حافظم یاری که بکنم، و
چیز که دست این تکان خورد، به جایی که این گلوله بخورد به ضارب کسروی، خورد به شکم کسروی و از تو شکم کسروی بیرون میاد و میخوره به رادیاتور شفاژ و میخوره میره به سقف که پوکش تو اتاق بود. و ظاهرا در فرمانداری نظامی و دادگاه همین بساط رو درست کردن که باعث قتل کسروی اون گلوله ایست که منشیش زده، اون کارت باعث قتلش نشده، باعث قتل اون گلوله شده. بنابراین اونها را روی اعمال نفوذی که کردن، دستگاهی که دست فدایان اسلام آباد کردن که اون ظالمین تبرئه شدن، مجازات نشدن و ما گرفتار شدیم آقای دکتر توی همین جریانات. و برای اینکه این جنازه کسروی را هیچ مسجدی و هیچ قبرستانی حاضر نبود قبول بکند، روی همین سر صدا شد تا برخط چهار بعد از ظهر با زحمتی اون آقای متین کومانس، متین کومانس وقت رئیس انتظامات دادگستری بود و بندم بودم و اقدام کردم تا برخط این جنازه را از دادگستری بردن. در اون روزی که این سوء قصد واقع شد، آیا در اتاق بازپرسی غیر از آقای بلی و بادیگارد آقای کسروی و اینها کسی دیگه؟ هیچ کسی نمیدن که اصولا معمولا در بازپرسی ها نباید کسی باشه، من مطلق کسی نبود، باید که من از خود بلی خم هم وقت چون نمیتونست کسی دیگه باشد. بعد از این اتفاق زاروان هیچ وقت متهم نمیشن و ادعا میکنن که کسروی اول اسلحه در آورده و اینو از خودشون دفاع کردن. وقتی برادران امامی در زندان بودن، علما به نخست وزیر پیام میدن که زاربان رو هر چه سریعتر آزاد کنید و حتی باید ازشون تقدیر بشه. خلاصه تحت فشار علما و رهبریان مذهبی، برادران امامی هم بعد از محاکمه کوتاهی آزاد شدن و این مسئله بعد از حدود 80 سال هنوز انتقادهایی رو به دولت و دادگستری و شهربانی و روزنامه‌ها و کلاً تمام کسانی که چشمشون رو بر این ترور بستن به همراه داره. و هنوز هم هستن کسانی که عقیده دارن حتی اگه قبول کنیم کسروی آدم بد قصه بوده، نباید به این صورت و بدون محاکمه کشته میشد و قاتلینش هم مجازات نشن. نکته جالب اینجاست که 4-5 سال بعد همین سید حسین امامی، یکی از قاتلان احمد کسروی، عبدالحسین حجیر رو هم ترور میکنه که این بار دیگه دستگیر و اعدام میشه. به هر حال کسروی بعد از 55 سال عمر کشته میشه و جنازه پاره پاره شدهش رو در امامزاده قاسم شمیران دفن میکنن. تمام منابع و فایل ها و بعضی از کتاب های کسروی رو در کانال تلگراممون به آدرس The Gate of History قرار میدیم. من حمید هستم و اینجا کانال دروازه تاریخه. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.